انقلاب مردمی بود و از ناآگاهی ملت ایران. اتفاقا آقای بازرگان هم طور که عرض کردم همسایه ما بود، یه دفعه من رفتم خدمتشون، گفت که بله اینا میخوان حکومت قاجاری رو درست کنن. باشه اینجوری هم شد، یعنی میشناختن. بعد از بخدم شما راجع به مسئله شورا، اونا با شورا مردم رو فریفتن، خمینی جهان رو فریفت به عنوان یک دجال قرن بیستم. ببخش این کلمه رو به کار میبرم، ولی اگر دجال و دروغ این نباشه چیه؟ به عنوان یک رهبر باطنیه، به عنوان یک ویرانگر فکری با قالب های متعدد ظاهر شد. این تقصیر اون نیست، اون روشش اینه. تقصیر ملت کنو نشناخته، تقصیر روشن فکرانه، تقصیر امثال ما هست که افکار رو نشناختیم و روشن نکردیم. بذار پوست بسرا اینو به تنشون بمارن، بهشون بگن تفرقه انداز، بهشون بگن وهابی، بهشون باید مردم روشن کرد تا این تجربه ها دوباره تکرار نشه. اگر از درس صفویه و از جنایت های صفویه در ایران 4 کتاب نوشته شده می بود و عبرتی گرفته می شد، این حوادث پیش نمی اومد. و اگر از این حوادث عبرت گرفته می شد، مشکل عراق پیش نمی اومد. این نقشه ادامه داره. الان چشم اینها در خانه کعبه، شما فکر میکنید یهود همینجوری نشسته، صهیونیست همینجوری نشسته، از همه اینها در قالب اسلامی استفاده میکنه. چشمشون با خانه کعبه. الان عربستان سعودی چنان زیر فشار، قبر مقبره بقی، اینا همش بهانه. کاری اینا میکنه که در خاطرتون عبور نکرده. فتنه هایی در تاریخ پا کردن، خیانت هایی کردن، نه در خاطر امام شیعه خطور میکنن، نه در خاطر امام سنی. ولی با چی؟ مثل بلنباورا، مثل اطرافیان فرعون، مثل ساحران فرعون، با 7 مردم میفریبن. اصلا اینه. و خب تقیه برای چیه پس؟ لا دین الا من لا تقیه تلا، کسی که تقیه نداره دین نداره، برهم چی کاراه؟ و حکومت صفویه رو اونا ایجاد کردن. ولی به نظر من ملت همطور که آقای داورم بارها گفته، از اینا خیلی بیدارتره، خیلی آگاهتره. اون ملت زود بیدار شد، زود از اینا دست کشید. اما راه حل چیه؟ راه حل آیا اینه که فحاشان مطرح میکنه؟ اینه که کمونیست کارگری مطرح میکنه؟ اینه که تلویزیون های نوچ های لس آنجلس مطرح میکنن؟ وابستگان سیاه و موساد مطرح میکنن؟ نه خیر، راه حل اینا نیستش.